عدل، انصاف و میانه‌روی را از ترازو باید آموخت. بیایید گپ دلتان را روی همین ترازو بگذارید. سرک کابل بگرام، تا جایی که کم و بیش معلومات بر ما ارائه هم شد، کار فعلا جریان داره، آغاز میشه. سرک کابل بگرام یک سرک حیاتی به ویژه به کابل جدید است و این سرک به عنوان ستون فقرات کابل جدید محسوب میشه. و ما مطمئن هستم که و این سرک یک بار دیگر افغانستان کابل جدید چی که افغانستان در یک جای قرار بده که حد اقل بتونه در برابر کشورهای منطقه رقابت کنه. انشاءالله بخیر. که با عرض 100 متر و با طول حدود 14 کیلومتر طراحی شده و خوشبختانه سروی ازی کاملا تکمیل شده و پلانی از این ریخته شده و آماده فعالیت عملی است. آقا صاحب، ما در کابل جدید خط مترو چند تا می داشته باشیم؟ سه خط مترو طراحی شده در اینجا. مکمل؟ مکمل. در یک خط مربوط میشه به سرک 100 متره، یکم در 70 متره، یکم در 70 متره حلقوی کل کابل جدید با کابل قدیم وصل. بودجه از این الان دقیق نمیتونم بگم، ولی تا جایی که حدس بزنیم حدود 150 میلیون دلار هزینه اش است. یک پول گزاف است. این بودجه انکشافی اختصاص داده نشد و ما شرکت خاور آمادگی سرمایه گذاری با کمپانی های خارجی بالای سرک کابل بگرام داره که این موضوع صحبت هم شده و این چون یک سرک حیاتی است. به نام یاد خدا، سلام وطندارای عزیز، شب و روزتان بخیر. انشالله که جور و صحت مند باشین، روزگارتان بخیر بگذره. شما بیننده یوتیوب چینل کابل شو هستین با من نیلوفر رحمانی. وطندارای عزیز، خبرهای خوش داریم از کابل جدید براتان. یعنی خبرهای بسیار زیاد مهم هست و خوشبختی است که خبرهای خوش هست. بخیر، کار ساخت و ساز سرک کابل بگرام آغاز میشه که سرک کابل بگرام ستون فقرات کابل جدید ما هست و اینمی قسمت پشت سر ما نقشه است که اگر من یک نشان بتوم اینمی سرک را که شما میبینین وطندارا، این سرک کابل بگرام است و اینی قسمت هم سرک حلقوی هست که انشالله بخیر مطمئن هستم بعد از اینکه این سرک ساخته شوه، خب کم و بیش تغییرات درباره کابل جدیدم خواهد آمد. که ما آمدیم اینجا امرای مسئول که البته مربوطشان میشه، امرایشان صحبتهای می داشته باشیم در رابطه به سرک کابل بگرام بر ما معلومات را کنن. فقط بیننده ما باشین و ما را امرایی کنین. خب وطندارای عزیز، بین که درباره موضوعی که برتان گفتم البته خبرهای خوش است صحبت‌های ما داشته باشیم. سلام علیکم، وقتتان بخیر. سلامت باشید. سلامت باشید. بخیر هستین ان شاء الله؟ الحمدلله. آقا صاحب خسته نباشین. گرچه شما خسته نباشید، ما خو بیا از دی خاک و دی. گرچه همیشه وقت ما خبرهای خوش میشنویم از کابل جدید.
و الان ان شاء الله که خبرای خوش است. در راه هست و بیشتر میشه. بین آقا بریم سر موضوع اصلی ای که سرک کابل بگرام. تا جایی که کم و بیش معلومات بر ما ارائه هم شد، کار فعلا جریان داره، آغاز میشه. سرک کابل بگرام یک سرک حیاتی به ویژه به کابل جدید است. و این سرک به عنوان ستون فقرات کابل جدید محسوب میشه. بله. و پرهزینه ترین به اصطلاح زیربنا هم همین سرک کابل بگرام است که با عرض 100 متر و با طول حدود 14 کیلومتر طراحی شده و خوشبختانه سروی از این کاملا تکمیل شده و پلانی از این ریخته شده و آماده فعالیت عملی است. آقاسه بی پروژه مربوط کی میشه؟ یعنی از طرف کی کار ساخته؟ و این از لحاظ ساختاری و ساختی از او ارتباط میگیره به دولت یا وزارت محترم امور شهرسازی. ما صحبت هایی که با وزارت داشتیم، یک بودجه را قرار است که وزارت مالیه اختصاص بتبری و اختصاص هم داده، ولی اجرا نشده، هنوز اختصاص داده شده و صحبت هاش صورت گرفته. همه قسم قرار بود که بانک ملی در اینجا سرمایه گذاری کنه. به هر حالت قرار به این بود که ماه گذشته کارای از این عملا شروع شود. اگر نهایتا این پروژه، این بودجه انکشافی اختصاص داده نشد و ما شرکت خاور آمادگی سرمایه گذاری با کمپانی های خارجی بالای سرک کابل بگرام داره که این موضوع صحبت هم شده و این چون یک سرک حیاتی است و ما به هر شکلی که میشه باید این سرک ساخته شد. آقا هنوز کار آغاز نشده؟ کار عملی برای سرک آغاز نشده، ولی پلانی از این و ساختاری از این و در نهایت نقشه از این مکمل تکمیل شده که خب تقریبا 6 ماه طول کشید. بله. و این مکمل تکمیل شده، یعنی آماده کار عملی است. شما میبینید که 4 سرک بسیار بزرگ است. بله. هم یک سرک با 4 باندی بسیار قوی طراحی شده و در این حالی قبلا هم خدمتتان عرض کردیم که در اینجا متروی بالای زمین هم دهی طراحی شده و فضای سبزی از هم در وسط سرک ها بسیار بالاست. چهارراهی ها به شکل بسیار مدیر به طبقات مختلف طراحی شده و ما مطمئن هستم که و این سرک یک بار دیگر افغانستان کابل جدید چی که افغانستان در یک جای قرار بده که حد اقل بتونه در برابر کشورهای منطقه رقابت کنه. انشاءالله بخیر. و آقا سبایم بودجی ازی یعنی در چی سطح هست؟ بودجه از این الان دقیق نمیتونم بگم، ولی تا جایی که حدس بزنیم حدود 150 میلیون دلار هزینه اش است. یک پول گزاف است. یک پول گزاف است، ولی خب معمولا قراردادهایی که با دولت صورت میگیره و دولت در عوض پول نمیده و زور مثلا دیگر منابع دیگر در عوض مثل خب پولم یا اگر با بانک جهانی بتونه ایره هماهنگ کنه یا با کشورهای حمایه کننده است اونا چیکنه یا از بودجه های انکشافی افغانستان بانک بوده یا وزارت مالیه بوده، در خیر اون از منابع های زیرزمینی در بسیاری جاها از منابع زیرزمینی استفاده کرده و شرکت ها میده و شرکت های کار انجام میده و شرکت خاور هم تصمیم داره که یک تفاهم ایجاد شوه و این سرک در اختیار بگیره و بسیار کمپانی های خارجی و داخلی با ما هم آهنگ است که بتونیم این سرک با کمک پروردگار کارش شروع کنیم. انشاءالله. آقا صاحب اینجا کدوم نقشه اگر باشه که برای ما هم سرک یک نشان بتین؟ آه یک بخش نقشه میتونیم که و موضوع دیگه این که آقا صاحب امی سرک کابل بگرام آیا بالای قیمت زمین هایی که در کابل جدید است تأثیر گذار هست یا نه؟ ما مطمئن هستم که طرح سرک کابل بگرام اگر تصویرش بیرون بیاید و در این حال کارش آغاز شود، اولا شروع شود و این نمرات، قیمت نمرات اوتومات بالا میره و 20,000 و 30,000 دلار قیمت ها بدون شک. چون گفتیم این سرک بگه ستون فقرات کابل جدید هست. بله بله، این ستون ببینید عرض 100 متر با این فضایی که ساخته میشه و این کابل یک تصویر بسیار کلانی برای جامعه تقدیم میکنه و این سرک کابل بگرام است که میبینید و این چیزایی که طراحی شده و چیز است. از دور خوبتر معلوم میشه. این سرکی که میبینیم با عرض 100 متر و طول 14 کیلومتر. این قسمتی که بین خط سرخ در وسطشان اومده. بله بله. بله. اونجا تو معلوم میشه اینجا
اوردن مشخص میشه و موازی با سرک کابل بگرام سرک 70 متر هم هست. یا سرک 70 متر با مشخصاتی که در ارتباط با سرک کابل بگرام گفتیم در سرک 70 متر هم هست و در سرک القویش هم همین قسمت سه تا سرک استانداردی که با عرضی بسیار بالایی است. این سرک کابل بگرام هست آواز خط متروی را گفتیم در کدام قسمت هست؟ این سرک ترایی شده این سرک کابل بگرام ترشده اونجا مشاهده کردیم، اینجا مشاهده کردیم و در سرک القوی هم چه شده؟ یک سرک القوی هم داریم اینجا بسیار عالی. آره این سرک القوی است و میشه تو که میره چهار اطرافی پروژه کابل جدید در بر میگیره. آقا صاحب در نقشه کابل جدید تغییرات میایه یا خیر؟ در ماستر پلان کابل جدید تغییرات نمیایه ولی در پلان تفصیلی در پلان تفصیلی ممکن است که یک اونجای تغییراتی بیاد اما در کلیات پروژه یا در ستون فقرات پروژه یا در سازه پروژه به این صورت تغییرات نمیه و سرک های استاندارد است باید ساخته شد و ساهای تجارتی است ساهای تاسیسات عامل منفعت تاسیسات عامل منفعت است و ساهای چیز رهایشی است در اینوش تغییری نمیه اما ممکن است بعضی جاهایی در فضای سبز تغییراتی بیاید یا در تراکم طبقات چیز بیا تغییرات بیا یا در سیستم ساخت و ساز خانه های ویلایی تغییرات بیا. آقا صاحب ما در کابل جدید خط مترو چند تا می داشته باشیم؟ سه خط مترو طراحی شده در اینجا مکمل در یک خط مربوط میشه به سرک 100 متره یکم در 70 متره یکم در 70 متره حلقوی کل کابل جدید با کابل قدیم وصل که فقط مربوط کابل جدید میشه دیگه و خطای مترو خط القویش مربوط کابل قدیم و جدید میشه. آلیس انشاءالله بخیر. آقا صاحب ما دیگه شاید می تکمیلی این پروژه بسیار زیاد بزرگه که مربوط کابل جدید میشه باشیم. مطمئن هستم که خداوند چه کشور ما یک کشور بسیار آسیب پذیر است امیدوار هستیم که دیگه شاهد جنگ و درگیری و خشونت در کشور نباشیم و می روحیه و انگیزه ثابتی را که ما در امارت اسلامی میبینیم و در سکتور خصوصی میبینیم اگر به میشه و پیش بره ما مطمئن هستیم که شاهد یک کابل خوب و زیبا و با مترو مثل کشورهای دیگه باشیم. انشالله بخیر. انشالله ما به این رقم که آغاز کار شما را میبینیم این زحمت کشی ها را میبینیم مطمئن هستیم که نتیجه خوب هم میگیریم و ما تعریف نمیکنیم خوب هر حالت گفته شما با چهره ما همگی خوب یا بد آشنایی دارن و ما شاید میتونستیم که در هر جای زندگی کنیم ولی به نمی وضعیتی که میبینین شبانه روزی بالای پروژه عملا خودمان حضور داریم با مردم میبینیم ساحه کار میبینیم ایتونیست که در یک چوکی روی نشسته باشیم و هر کسی بیایه و بگیم اجازه نیست و دیگر نیم هر دوست و خواهر و برادری که خواسته باشند خیلی براحتی میتونن دسترسی پیدا کنن و ما حرفی با گفتن داشته باشیم به یک دیگر تبادل نظر کنیم. خب باشی نباشه آقا صاحب کار کردن در کشور خودت تا کشور دیگه بسیار فرق میکنه. یک افتخار است. ما می خاک کشور ما یک وجه بشه از هزارها کشور غربی و غیره و غیره ترجیح میدیم و این عزت ماست و این ناموس ماست و این شعار ماست و این بک‌گراند ماست و این تاریخ ماست و ما خاکش افتخار میزنیم که یک کلنگ در اینجا میزنیم. افتخار ما هستین آقا صاحب بسیار زیاد تشکر از معلوماتتون. سلامت باشین عزیزی ما هستین. تشکر. خیر و سلامت باشین. تشکر. خب وطن‌دارای عزیز قسمی که ما گفتیم خبرهای جدید بسیار زیاد است از کابل جدید که ما براتون ارائه کردیم خصوصا سرک که بسیار زیاد یک سرک مهم هست در که مربوط کابل جدید میشه یعنی قسم گفتن ستون فقرات کابل جدید هست دیگه این سرک که کارش جریان داره ان شاء الله بخیر آغاز هم میشه ان قریب خواستیم ما دربارهشان کم و بیش براتان معلومات ارائه بکنیم و فعلا هم ناگزیر هستم اینجا ما برنامه رو به پایان برسانم میتونین شما از نظریاتتون را بر ما بفرستین تا برنامه دیگر خدا نگهدار شما